در پنجمین برنامه از رشته برنامه‌های موانع اجتماعی گفتگو به سومین مانع می‌پردازیم. این مانع عبارت است از فقدان زمینه‌ها و بسترهای مادی یا کالبدی برای گفتگو. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته ما از فقدان نیاز اجتماعی به گفتگو حرف زدیم. شاید این ضرب المثل رو زیاد شنیده باشید که اختراع مادر احتیاجه. وقتی به چیزی احتیاج باشه و نیاز باشه، لوازم و ابزار مادی برآورده کردن اون نیاز هم فراهم میشه. اما اگر نیاز وجود نداشته باشه، ابزار و لوازم مادی فراهم کردن و برطرف کردن اون نیاز هم به وجود نمیاد. اگر ادعا میشه که در جامعه ما نیاز اجتماعی به گفتگو وجود نداره، بنابراین ابزار و لوازم اون هم برقرار نیست و میبینیم که چنین اسبابی فراهم نیست در جامعه ما. اما وقتی از پیکره‌ها یا بسترهای مادی گفتگو حرف میزنیم، دقیقاً داریم از چه چیزی حرف میزنیم؟ خب روشنه که وقتی ما از حرف زدن حرف میزنیم، داریم از دو نوع حرف زدن که مورد نظر ماست گفتگو میکنیم. یعنی مکالمه که یک شکل عادی است از حرف زدن، در دو قالب در اینجا مورد نظر هست. یکی مفاهمه و دیگری مذاکره. مفاهمه به منظور فهمیدن دیگری است و مذاکره به منظور توافق با دیگری، رسیدن به توافق با دیگری. اما این نوع از حرف زدن که ممکنه شکل شفاهی و مکتوب داشته باشه، در چه بستر مادی جاری میشه؟ در چه کالبدی جا میگیره و جان میگیره؟ اون چیزیست که امروز مورد بحث ماست و میخواییم ببینیم که آیا این بسترهای مادی یا زمینه‌ها یا کالبدهای مادی برای جان گرفتن گفتگو در جامعه ما آماده هست یا نه و در چه موقعیتی به هر حال قرار داره. اما ببینیم این بسترهای مادی که حرف زدن در اونها جاری میشه چه چیزهاییست. اولینش خیلی روشن، مکان. ما به مکانی نیاز داریم که در اون گفتگو بکنیم. این مکان ممکنه یه پاتوق باشه، مثل قهوه خونه های سنتی در جامعه ما یا بارها و میخانه ها در کشورهایی که این نوع از پاتوق ها برقراره. رستوران ها گاهی اوقات شامل اینها نمیشن، چون شکل چینش و اجرای مراسم رفتن به خوردن نهار یا شام یا صبحانه به گونه ایست که اون نوع از تلاقی که در بار یا در قهوه خونه های سنتی ما صورت میگرفته در اونجا وجود نداره، که حالا مورد بحث ما نیست. ولی این نوع از مکانها جاهایی هستن که گفتگو بین آدمها ممکنه به صورت جمعی شکل بگیره، آدمهایی که لزوماً هم با هم آشنا نیستن. و یکی از مهمترین این مکانها میدانهاست، میدانهای شهری، جاهایی که امکان تجمع وجود داره در اونها، تجمع افرادی که لزوماً هم با هم آشنا نیستن و به دلایلی، گاهی اوقات به دلیل یک رویداد، در جایی جمع میشن و با هم گفتگو میکنند. غیر از مکانها، یکی از جنبه‌های مادی دیگر گفتگو عبارت است از محصولات یا کالاهای فرهنگی. کتاب رو در نظر بگیرید، یا سینما یا فیلم سینمایی رو، موسیقی‌هایی رو که تولید میشه، تئاترها یا سایر شکل‌های نمایشی، گرافیک، عکاسی و سایر هنرها و ادبیات به طور کلی که ممکن در قالب کتاب یا شکل‌های دیگری بروز بکنه، جاهایی هستن که ما حرف زدن رو از طریق اونها تولید و منتشر میکنیم. اونها هم یک نوع بستر مادی برای حرف زدن و گفتگو فراهم میارن. غیر از مکانها و غیر از محصولات فرهنگی، رسانه ها هم یک عامل بسیار مهم هستند. رسانه ها امکان گفتگوی بین آدم ها با همدیگه و همینطور امکان گفتگوی بین مردم و دولت ها رو فراهم میکنند. و غیر از این سه شکل معمول بستر مادی برای گفتگو، چیز دیگری هم وجود داره و اونها پیکره های تصمیم گیری هستند. مثلا مجلس رو در یک کشور در نظر بگیرید، پارلمان همیشه راه مهمی است برای گفتگو در مورد مهمترین مباحث عمومی، موضوعاتی که نیاز به تصمیم گیری های عمومی داره و نمایندگان قرار است به نیابت از مردم در مورد اونها گفتگو کنند، چون این گفتگو به شکل همگانی بین همه مردم امکان پذیر نیست. همینطور پیکره های تصمیم گیری در درون بوروکراسی و تکنوکراسی، در درون ادارات و همینطور در درون احزاب سیاسی،
اینها یا انجمنهای تخصصی یا صنفی، همه اینها پیکره های دیگری هستند که پیکره های تصمیم گیری هستند و در اونها گفتگو صورت میگیره، عمدتا هم اتفاقا از نوع مذاکره، یعنی برای رسیدن به توافق. اگر این چهار دسته از پیکره های مادی گفتگو یا بسترهای مادی گفتگو رو در نظر بگیریم، اون وقت میتونیم نگاه بکنیم که در جامعه ما اینها در چه وضعی هست. برای اینکه درک روشنی از چگونگی وضعیت این بسترهای مادی در جامعه ما داشته باشیم، بد نیست به این نکته توجه بکنیم که خیلی از این موارد چهار نوع بستر یا مجرای مادی برای گفتگو در جامعه به دست تصمیمات عمومی است. مثلا فرض کنید میدانهای شهری رو در نظر بگیرید. خب در این زمینه شهرداری ها مسئول هستند که آیا امکان برای ایجاد محلهایی که مردم در اونها جمع بشن و بتونن با همدیگه گفتگو بکنند یا رویدادی در اونها شکل بگیره که بعدها امکان گفتگو وجود داشته باشه هست یا خیر. اینها رو تصمیمات عمومی در سطح شهرداری ها ممکنه مشخص بکنه. همینطور اگر به چیزهای دیگه نگاه کنیم، مثلا محصولات فرهنگی، تابع سیاستگذاری عمومی است در یک کشور. ممکنه این سیاستگذاری عمومی ناشی از این باشه که دولت‌ها در یک کشور تابع اقتصاد بازار هستند و بنابراین تولید محصولات فرهنگی رو به دست بازار می‌سپارن. ولی به دست بازار سپرده شدن محصولات فرهنگی یا تولید اونها ناشی از سیاست یا تصمیم دولت هست برای راه دادن به بازار آزاد. همینطور در کشورهایی که برای بعضی از محصولات فرهنگی سوبسید میدن که بخوان اون رو ترویج کنند یا برای کسانی که دسترسی به محصولات فرهنگی ندارن راهی پیدا بکنن. همینطور رسانه ها، باز دوباره اینها رو میبینیم که تحت تأثیر سیاست های عمومی دولت ها در زمینه آزادی بیان و همینطور در مورد دسترسی به اطلاعات هستن. این دو تا سیاست کلی رو که معمولا دولت ها درش نقش دارن وضعیت رسانه ها رو در کشور مشخص میکنه. همینطور پیکره های تصمیم گیری، اگر این پیکره ها واقعا تخصصی و فنی باشن، اگر قرار باشه که تصمیمات در نهایت به دست اونها صورت بگیره، اونها جای مهمی پیدا میکنن و محل مهمی میشن برای گفتگو، برای رسیدن به توافق در هر سطحی، در سطح کلی کشور مثل یک مجلس یا در سطح یک انجمن تخصصی، مثلا در مورد اینکه جامعه شناس ها چگونه از جامعه شناسی در یک کشور دفاع بکنن. همه اینها مجراها و بسترهای مادی است که عملا با سیاستگذاری و عمومی دولت و با تصمیمات کلان دولت ارتباط داره. اما ببینیم که تصمیمات کلان دولت یا سیاستگذاری های عمومی دولت در جامعه ما چه بر سر این چهار مجرا و معبر مادی برای گفتگو آورده. اگر نگاه بکنیم سیاستهای کلی دولت در جامعه ما به ویژه پس از انقلاب اسلامی که مورد بحث ما هست در حال حاضر، عموماً مبتنی بوده بر سیاست‌های کنترلی. سیاست‌های کنترلی که سه هدف عمده داشته: کنترل فضا، کنترل محصولات و کنترل روابط. این سه سیاست عمده در همه زمینه‌ها تقریباً کم و بیش حضور داشته، من جمله در زمینه‌های فرهنگی. بنابراین سیاست‌های دولت خیلی راحت تونسته محصولات فرهنگی رو کنترل کنه، محتوای اونها رو تحت نظر بگیره که مبادا از اونچه که دولت به عنوان محصول مجاز یا ایده مجاز، فکر مجاز، محتوای مجاز میشناسه تخطی بکنه. همینطور روابط رو هم تحت کنترل گرفته. مثلا در درون احزاب، اینکه احزاب چه رابطه‌ای با دولت‌ها داشته باشن، در درون ادارات، نه تنها در درون بوروکراسی منظورم و تکنوکراسی، در درون اینها باز دوباره نوع رابطه‌ها تحت کنترل بوده و فضا تحت کنترل بوده. خیلی مهم و روشنه که مثلا حضور زنان در خیلی از این پیکره ها عملا تحت کنترل بیشتری بوده. بنابراین گویی که بخشی از جامعه از مدار و مسیر تصمیمات داره حذف میشه. نه تنها رابطه ها و فضا و محصولات تحت کنترل بوده، نه تنها این کنترل همه جانبه بوده، بلکه این کنترل همه جانبه و در این سه بود باعث شده که اساساً این مجراها و مبناهای مادی، بسترهای مادی نتونن کارشون رو انجام بدن. وقتی به عنوان مثال رسانه‌ها تحت کنترل دولت هست و مجوز دادن به اونها محتوای برنامه‌هاشون، محتوای ایده‌هایی که ارائه میدن به شدت تحت کنترل دولت هست، رسانه‌ها از ابزار آزادی بیان
میافتن، دیگه ابزار آزادی بیان نیستن و بنابراین انگار که گفتگو در اونها صورت نمیگیره. گفتگو یکی از شروطش این است که طرفین بتونن به صورت آزادانه و فارغ از تهدیدات بیرونی با هم حرف بزنن تا به توافق برسن. اما اگر قرار باشه بخشی از جامعه تحت کنترل باشه و نتونه حرفاش رو بزنه، در واقع اونها از گفتگو بیرون هستن. این موضوع رو حتی در مجلس هم میتونید ببینید، یعنی در پیکره‌های تصمیم گیری عمومی عده زیادی از مردم نماینده‌ای در مجلس ندارن. ایده ها و افکار خواسته هایی هست که نماینده‌ای در مجلس اونها رو نمایندگی نمی‌کنه، چون مجلس کارش رو درست انجام نمیده. منظورم از این که کارش رو درست انجام نمیده یعنی انتخابات به گونه درست انجام نمیشه که همه مردم صداهایی در مجلس داشته باشن و اون صداها با هم دیگه گفتگو بکنن. بنابراین می‌بینیم که این سیاست کنترلی همه جانبه که محصولات، روابط و فضا رو کنترل کرده و حتی میدان‌های شهری رو داره حذف می‌کنه و جا و مکانی رو که مردم ممکن بود گفتگو بکنن حذف میکنه و کنار میزنه و حتی یه پاتوقی مثل یک کافه کتاب رو هم نمیتونه تحمل بکنه، وقت میبینه که تمام مجراها و مبناهای مادی برای گفتگو، یعنی اون بسترهایی که آدم ها توش با هم بتونن حرف بزنن برای فهمیدن گاهی اوقات و البته خیلی اوقات برای رسیدن به توافق، داره حالت باسمه‌ای پیدا میکنه اگر وجود داشته باشه و یا داره از بین میره یا خیلی ضعیف میشه. خب معنی این در وهله اول این استش که مجرا و به اصطلاح پایه یا بستر مادی برای گفتگو فراهم نیست. به علاوه وقتی این بستر برای مدت‌های مدیدی فراهم نبود، ما رو از مهارت‌های گفتگویی هم خالی می‌کنه و به علاوه سنت گفتگو رو هم کوتاه و کم بنیه می‌کنه و وقتی این سه نبود، اون وقت می‌بینیم که اون زمین‌ها و بسترهای مادی برای گفتگو فراهم نیست. این همون چیزی بود که من میخواستم در این برنامه بگم.